فرار مالیاتی سالها به پای ثابت ارقامی تبدیل شده که تقریباً از سوی همه مسئولان اجرایی و اقتصادی کشور در گذشته پذیرفته شده است. سالهاست که بحث برخورد با فراریان مالیاتی حداقل در حرف در دستور کار دولت‌های مختلف قرار می‌گیرد، اما هر سال درصدهای عجیب‌تری از فرار مالیاتی منتشر می‌شود. بیشترین فرارهای مالیاتی نیز از سوی اصناف پردرآمد رخ می‌دهد، فرارهایی که می‌تواند درآمد دولت را تا مرز بی‌نیازی به درآمدهای نفتی پیش ببرد. دولت 13 نیز با درک همین مطلب در قانون بودجه سال آینده رقم درآمد دولت از مالیات را به عدد 1120000 میلیارد تومان ارتقا داده، رقمی که نسبت به سال قبل 50% افزایش پیدا کرده است. پس از این اقدام دولت برای کاهش وابستگی بودجه به نفت و تثبیت درآمد پایدار برای کشور، برخی رسانه‌های داخلی تلاش کردند با فضاسازی علیه افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، آن را دست کردن دولت در جیب مردم تلقی کنند. این رسانه‌ها اما هیچ اشاره‌ای به محل کسب این درآمد نمی‌کنند و به صرف واژه مالیات توپ پرداخت را در زمین مردم نمایش می‌دهند، در حالی که یکی از مهمترین محل‌های دریافت مالیات در واقع اصنافی هستند که بیشترین سود و کسب درآمد را از جیب مردم دارند، اما همواره کمترین میزان مالیات را پرداخت می‌کنند. به گفته سخنگوی سازمان مالیاتی، بسیاری از فراریان مالیاتی جزو اصناف مرفه هستند و دقیقاً همین اصناف در برابر شفافیت مالیات‌ها مقاومت می‌کنند. رسانه‌های منتقد دولت همچنین تلاش کردند که سیاست‌های مالیاتی دولت را اقدامی ضد تولیدی جلوه دهند، در حالی که دولت تنها طی 2 گذشته مالیات واحدهای تولیدی را 7% کاهش داده است. به نظر می‌رسد سیاست مالیاتی دولت برخی صاحبان کسب و کارهای پردرآمد اما فراری از پرداخت مالیات را نگران کرده، اتفاقی که آنها را به سمت هماهنگی رسانه‌ای علیه دولت 13 سوق داده است.